دومین اصلی که بهتون پیشنهاد میکنم برای افزایش بهرهوریتون روش کار کنید داشتن یه ذهن تمیزه ذهنی که بدونه با لیست کارها وظائف و ایده های بلا تکلیف باید چی کار کنه برای این کار باید چارچوبی چوبی داشته باشید تا هر وقت یه مورد بلا تکلیف به ذهنتون خطور کرد فورا ذهنتون رو تمیز کنید از هر چیزی توی فصل قبلی که درباره اصل فضا بود درباره شش نقطه تجمع تایید شده صحبت کردیم تا ازشون برای حفظ نظم فضای اطرافتون استفاده کنید. نکته شگفتانگیز این شش نقطه تجمع اینه که میتونن کمکتون کنن ذهنتونم از بی نظمی دور نگه دارید. وقتی یه ایده به ذهنتون خطور میکنه در اسرع وقت از ذهنتون خارجش کنید و توی مناسب ترین نقطه تجمع تایید شده قرارش بدید مثلا اگه توی اداره هستید و ناگهان یادتون میفته میخواستید یه عکس جدید رو روی دیوار نصب کنید میتونید روی یه کاغذ بنویسید نصب عکس جدید و کاغذ رو بندازید توی صندوق فیزیکیتون ولی اگه توی دفترتون نیستید و مثلا یادتون میاد باید گزارش رو به یکی از همکاراتون تحویل میدادید میتونید یه یادداشت بنویسید و بذاریدش توی جعبه قابل حملتون یا همین یادداشت و میشه توی دفترچه یادداشت کاغذی یا دیجیتالی یا یه نقطه تجمع تایید شده دیگه قرار داد مثلا ممکنه توی فروشگاه باشید و چیزی ببینید که بخواید بعدا با تمرکز فکر به صورت آنلاین دربارش تحقیق کنید خب مثلا میتونید یه ایمیل برای خودتون بفرستید یا مثلا وقتی رانندگی میکنید به پروژه فکر کنید که توی خونه باید روش کار کنید بهتر همچین نکاتیو به صورت دستی یا تایپی ننویسید به جاش میتونید وقتی پشت چراغ قرمزید برای خودتون یه پیام صوتی بذارید و در آخر میتونید با استفاده از نقاط تجمع وایل کارتی که توی فصل قبل انتخاب کردید ذهنتون رو تمیز نگه دارید مثلا ارسال یه پیام متنی به خودتون یا یه پیام به دستیارتون یه پیشنهاد اگه به مرور متوجه شدید یکی از این نقاط تجمع بیشتر از اون یکی به دردتون میخوره مثلا فهمیدید رسیدگی به ایمیلاتون سریعتر از جعبه فیزیکی تونه پس باید تا جای ممکن ایده های بلا تکلیفتون رو توی همون نقطه تجمع دلخواهتون قرار بدید از نقاط قوتتون بهره بگیرید بلا فاصله این عادت رو پرورش بدید آیا وقتی داشتید به این درس گوش می کردید چیزی که بلا تکلیف باشه به ذهنتون خطور کرد همین الان اون ایده رو بذارید توی یکی از نقاط تجمع تایید شدتون هرچقدر بیشتر این کار رو انجام بدید ذهنتون رو شرطی تر بازتر و خلاقتر و همینطور متمرکزتر کردین و آمادگی بیشتری برای ارتباط با دیگران دارید Siehe online.